سلام شنبه 15 خرداد 89 5 و 2010 میلادی در مورد هفت موضوع امروز صحبت می‌کنیم موضوع اول مراسم روز گذشته جمعه 14 خرداد بر سر مزار آقای خمینی است که نکات زیادی در موردش هست من به سه چهار نکته اشاره میکنم نکته اول حادثه شعار دادن جمع اندکی علیه سید حسن خمینی نوه آقای خمینی بود که به قول ظریفی نوشته بود که حالا معلوم شد که عکس آقای خمینی رم کی پاره کرده بود کسایی که در تهران شعار نواده روح الله سید حسن نصرالله الله سر میدن و جالبه که با وجود اینکه صدا و سیما مراسم رو پخش کرده و همه شنیدن خبرگزاری فارس متعلق به سپاه از بیخ به دروغ مطالب دیگه ای نقل کرده و بی خودم نیست که یک عده از پرسنل خبرگزاری فارس در اعتراض به سردبیر جدیدش دارن استعفا میدن به صورت این برخورد با سید حسن خمینی به نظر من کاملا خطکشی ها و جهتگیری های جناح کودتاچی نشون میده دکتر دیگه اینکه سایت های طرفتار آقای احمدی نژاد نوشتند که در بعد از مراسم در واقع درگیری لفظی و حتی فیزیکی بین آقای مجید انصاری و آقای سید حسن خمینی با مصطفی نجار وزیر کشور آقای احمد نجات پیش اومده صرف نظر از اینکه این خبر درست باشه یا نباشه چون خیلی به سایت های طرفدار دولت اعتماد نیست اما جهتگیری اونها رو نشون میده نکته دیگه در مورد مسائل دیروز این است که به قول معروف کوه غرید و عاقبت موشی زایید صحبت از یک میلیون و دو میلیون و پنج میلیون آدم آوردن خوشبینانه ترین برآورد ها از کسایی که در مراسم بودن گفته میشه که عددی بین 100 150 هزار نفر یا اگر دیگه خیلی بخوایم دست بالا بگیریم عددی بین 150 تا 200 هزار نفر آدمی بوده که بسیج کرده بودن و به قول دوستی که میگفت ساندیس در واقع دیروز زیادی اومده بود سعی کرده بودن کپی 22 بهمن رو اجرا بکنن همونجور فضای امنیتی نظامی بگردن سلفون رو بگیرن تلفن دستی رو بگیرن و امثال هم که به هر صورت حاصلش کاملا تایید اون بحثی است که مدتی است در جنبش مطرحه که کلا یک ملت هفتاد میلیونی در مقابل یک اقلیت حد اکثر صد هزار نفری ایستاده که سعی میکنه حکومت کنه به هفتاد میلیون آدم بنابراین این حادثه دیروز نشون داد که این تحلیل کاملا درسته و بنابراین با تاکتیک های آینده جنبش خیلی خوب میشود این صد هزار نفر هم ریزش داد و اون تعداد اندکی رو که میمانند در واقع وادار به تسلیم در مقابل ملت کرد اما نکته آخری که در مورد مراسم دیروز میشه گفت بیروهیگی آقای خامنه و حرفهایی که ایشون زد که ساعتها بعد از اتمام مراسم هم بیت ایشون هنوز متن صحبتش رو منتشر نکرده بود و به نظر میرسه توپخ ها و حرفایی مثل دشمنان مثل سگ دروغ میگویند و اینها رو بعد از تو صحبتش در بیارن یا اشتباه در واقع بین 22 بهمن و 22 خرداد که به نظر میرسه 22 خرداد کابوس آقای خامنه ای هست و کلا نوع حرف زدن ایشون نشون دهنده ای اون خبرهایی است که قبلا هم از درون بیت ایشون بیرون اومده که گاهی اعصابش رو از دست میده و داد میزنه از اینکه من ولم کنید و بگذارید برم دنبال کارم وقتی پاره اصرارها رو پسرش یا دیگران بهش میکنن به هر صورت نکته مهم دیروز به نظر من این بیروهیه بودن آقای خامنه ای رو یک بار دیگه هم میشد کاملا در این مراسم و نوع حرف زدن ایشون دید نکته دوم این که مادر سهراب خانوم فهیمی در مصاحبه ای بسیار تکندهنده دهنده حرف بزرگوارانه ای زده و گفته که از خون پسرم میگذرم به شرط اون که تمام زندانی های سیاسی آزاد بشن این مادر فداکار این زن بزرگوار مصاحبه ای در انتهای مصاحبه هم در واقع به عنوان یک مادر گفته که مگه مگه مادران ایرانی چیزی کم دارن از مادران امریکایی که حاصل بچه هاشونو رو میگیرن و یا میکشن و یا اینکه اجازه ملاقات نمیدن به هر صورت این حرف مادر سخراب نشانی از بزرگواری این مادری داره که فرزند شهید پر افتخار جنبش سبز ایران جنبش آزادی خواهی مردم ایران و یک ملت. نکته سوم این که آقای لاروف وزیر خارجه روسیه مطرح کرده که در پیشنویس قطنامه ای که به شورای امنیت سازمان ملل داده شده تغییرات مناسبی رو انجام دادن تحریم های فلج کننده علیه ایران رو سعی کردن در بیارن ولی اون چیزی که جالبه این است که ایشون تاکید کرده که منافع چین و روسیه حفظ شده و این رو باید به امثال آقای احمدی نژاد آقای خامنه ای گفت که طرف با افتخار از حفظ منافع ملیشون حرف میزنه در حالی که مسئولین ایران به تنها چیزی که فکر میکنن منافع ملی کشوره نکته چهارم این که آقای دست غیب در تعریفی از موسوی، آقای مهندس موسوی روز گذشته او رو صادق دور از دروغ خیانت و ریا نامیده و در واقع پاسخی داده به همه حرفایی که آقای خامنه ای زده و کار خوبی هم آقای دست قیب کرده که بلا فاصله در تعریف از آقای مهندس موسوی در واقع پاسخ دندان شکنی داده به حرفهایی که در مراسم روز گذشته زده شد چه از طرف آقای خامنه ای چه از طرف آقای احمدی نژاد همینطور آقای بیات هم در نامه آیت الله بیات هم در نامه به آقای سید حسن خمینی اشاره به حرکت افراطیون کرده و شکوندن حرمت خانواده ایشون نکته پنجم این که آقای محمد نوریزاد که نامه جدیدش به رهبری منتشر شد در یک یادداشت ایشون مطرح کرده که نگران امنیت جونی او و خانوادش ندارن و اگر بلایی سرش بیاد او رو از چشم سربازان گمنام تحمیل شده بر امام زمان باید دانست برصورت محمد نوریزاد سراحتا اختار کرده که جونش ممکنه در خطر باشه نکته شیشم این که من در صحبت دیروز نقل قولی که از آقای لاریجانی کردم یک اشتباهی لپی کردم و اون این بود که در واقع متن جمله ایشون عینا این بود که بدترین قباحت برای یک مدیر این است که بگوید قانون را رعایت نمی کنن. من چون در ذهنم این بود که حرف آقای لاریجانی معطوف به آقای احمدی نژاد که درستم هست منظورش آقای احمدی نژاد در بقیه بخشای صحبتشم این دعوا رو علنی کرده به اشتباه اه اه گفتم که یک رئیس جمهور براش قباحت داره که بگوید قانون را رعایت میکنم حرف این بود که یک مدیر براش قباحت داره به حال کاملا این دعوا همونجوری که دیروز گفتم اینطوری آشکارتر و کشمکش شدیدتر شده اما بحث آخر ما در خصوص آکسیون های 22 خرداد که راجع به اون چند روزی داریم صحبت میکنه همونجوری که قبلا هم عرض کردم به نقل از اطلاعیه کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران کاما من پنج تا پیشنهادی رو که مطرح شده بود اعتصاب یک روزه در سالگرد انتخابات و شهدای جنبش تظاهرات در سالگرد انتخابات عدم پرداخت و قبوز مربوط به سرویس و خدمات که از طرف دولت گران می شوند برگزاری انتخابات نمادین و مردمی و الله اکبر بر سر بامها در پاره ای از شبها راجع به سه تا از اونها تا الان صحبت کردم و سعی کردم که از منظر مبارزات بی خشونت و تجربه جاهای دیگه قدری راجع به اونها بیشتر کاوش بکنم اما باز هم بر سر اینکه اعتصاب یک روزه در سالگرد انتخابات و سالگرد شهدای جنبش که پیشنهاد شده چه تأثیری میتونه داشته باشه همونجور که دیروز هم عرض کردم در واقع حکومت بر سر یک سراحی باخت 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 قرار گرفته چون اگر اجازه بدهد به جنبش آنچنان که آقای کروبی هم روز گذشته تاکید کرده و به چالش خونده جنبش حکومت رو اون وقت با میلیون ها مردم مواجه میشه و اگر مخالفت بکنه حکومت اون وقت در واقع با تظاهرات پراکنده که برای عصر روز شنبه بیستوی خرداد در نظر گرفته شده ناچار جو امنیتی رو بالا ببره و بالا بردن جو امنیتی کمک میکنه به دعوت مردم به اعتصاب یک روزه در مورد اعتصاب یک روزه که در شیلی هم سابقه داره حتی ده دقیقه و یک روبه و یک ساعتش در لهستان اولین بار تجربه شد از اون کارهایی است که در کردستان اتفاق افتاد و حاصل بسیار مثبتی داشت من فردا راجع به مختصات اعتصاب یک روزه بیشتر صحبت خواهم کرد اندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و طرف باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی